پرستاران و کادر درمان ایران روز شنبه 27 مرداد در سه شهر مشهد، یاسوج و عراق تجمع و تحصن کردند و در اعتراض به شرایط دشوار کار و نیز مسائل معیشتی شعار دادند و بیش از 10 روز از آغاز اعتصابات پرستاران در چند شهر ایران نیز می‌گذرد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. در ادامه اعتراضات پرستاران در شهرهای مختلف ایران، گروه‌های پرستاری و کادر درمان روز شنبه 27 مرداد برای رسیدگی به مشکلات معیشتیشان تجمع کردند. این تجمع‌ها در شهرهای مختلفی از جمله عراق، مشهد و یاسوج شکل گرفت. پرستاران معترض در برخی شهرها نیز دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. از روز 15 مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار 32 ساله بیمارستان امام حسین سپیدان استان فارس که روز 12 مرداد بعد از همراهی 3 بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز به دلیل فشار کار زیاد که در پزشکی به آن سندروم کاروشی گفته می شود جان خود را از دست داد، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد. همزمان پرستاران اعتصاب کننده خواهان افزایش فوری دستمزدها، حذف اضافه کاری اجباری، اجرای صحیح و فوری تعرفه پرستاری، پرداخت معوقات، اصلاح شرایط شغلی مشقت بار و پایان یافتن برخوردهای امنیتی با پرستاران معترض شدند. مطالبات پرستاران معترض در شعارهای مکتوب آنها نیز منعکس شد، از جمله شامل همسانسازی نرخ اضافه کار و نه به اضافه کار اجباری می شود. اعتراضات صنفی و معیشتی پرستاران در ایران که در ماه‌های گذشته به طور پراکنده برگزار شده بودند، از روزهای اخیر به شکل منسجم‌تر و گسترده‌تری از سر گرفته شدند. این اعتراضات در شرایطی ادامه دارند که بنابر گزارش‌ها پرستاران اعتصاب کننده با تماس‌های متعدد نیروهای امنیتی تهدید به اخراج و تشکیل پرونده‌های امنیتی مواجه شدند. فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و از سوی دیگر حملات مکرر به پرستاران در بیمارستان‌های ایران نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار درخواست های پرستاران را از جمله اجرای قانون تعرفه گذاری، رفع تبعیض در پرداخت کارانه و حل معضلاتی همانند اضافه کاری اجباری، کمبود نیروی انسانی، شرایط سخت کاری و شیفت های طولانی مدت برشمرده است. او روز 26 مرداد در گفتگو با وبسایت تجارت نیوز حقوق ماهانه پرستاران با احتساب اضافه کار اجباری را تا 17 میلیون تومان ذکر کرد و از تبعیض میان دستمزد 100 میلیون تومانی پزشکان و حقوق پرستاران انتقاد کرد. به گفته احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران، درخواست‌های مهاجرت که به سازمان نظام پرستاری ارسال می‌شود، طی بازه زمانی 2 ساله یعنی از سال 1400 تا 1402 حدود 2 برابر افزایش یافته است. از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای فراغت سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای فراغت، مشکل معیشتی اصناف مختلف از جمله پرستاران در ایران به مرحله بحرانی رسیده. دلیل این بحران ها چیه و آیا دولت جدید امکان حل این بحران ها را دارد یا خیر؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. دلایل بحران سیاست های اشتباه است، عدم بیکفایتی و عدم کارآمدی مسئولان، عدم و درک شناخت اولویت‌ها و همچنین خواست و مطالبات صنوف مختلف، ایدئولوژیزایی شدن ادبیات مملکت داری در مملکتمون شده، در کشورمون شده، که همه اینا منجر به اقتصاد ضعیف شده،
دولت هم توان افزایش حقوق رو نداره و بیتوجهی به پرستاران هم سلامت کشور رو به مخاطر انداخته. پرستاری که 15-16 میلیون حقوق میگیره چطور میتونه با 10 میلیونی که به اجاره مسکن میپردازه با 3-4 میلیون میتونه زندگی کنه؟ اینها بسیار آزاردهنده شده برای پرستاران و دیگر اصنافی که در مثل کارگران در کشورمون و متاسفانه مسئولان هم توجهی نمی کنن و این بحران ها داره ریشه عمیق‌تری میگیره و دولت جدید هم به نظرم آقای پزشکیان اگر بخواد این مشکلات رو حل کنه باید تغییر اساسی در سیاست‌های خرد و کلان رو بده. در غیر این صورت هیچ اتفاقی رو نمیتونه رقم بزنه و ایشون هم بارها در صحبت‌هاشون گفته من میخوام منویات رهبری رو پیش ببرم و همچنین برنامه هفتم رو ادامه بدم. امیدوارم تجدید نظر کنه در برنامه‌هاش. اگر از مسئولان جمهوری اسلامی سوال کنید که تنش‌های پرستاران در کشور چیه، باور کنید خیلی‌هاشون نمیتونن بگن. شما در ایام کرونا چه قشری در صفه خط مقدم بود؟ قشر پرستار. کدوم پزشکی میتونه بدون پرستار کار انجام بده و یه بیمار رو درمان کنه؟ بنابراین پرستاران بهشون ظلم گزافی شده در جمهوری اسلامی. امیدوارم مسئولان تدابیر جدیدی بیاندیشن و برن وارد نظم جدید بین المللیشن و مثل کشورهای ببینن کشورهای توسعه یافته چیکار دارن میکنن با این قشر و اونا هم همین کار رو انجام بدن. در غیر این صورت آب در هاون میکوبن و هیچ مشکلی رو از و گره ای رو از مشکلات پرستاران و کارگران برطرف نخواهند کرد. بله، با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این خبر دعوت ما رو پذیرفتند.